بابک حسین زاده، زندانی که هفته گذشته پس از 2.5 سال به خانه برگشته، اما برای مدتی کوتاه. اتهام او روی آوردن به دین مسیحیت است، اتهامی که در قانون اساسی ایران به عنوان جرم تعریف نشده. بهنام اخلاقی، زندانی دیگر با اتهامی مشابه. گفته میشه که ما به ایمان شما احترام میذاریم، به ایمان تو احترام میذاریم. اوپن دور، سازمانی که در زمینه حقوق مسیحیان فعالیت میکند، در قسمت دیدبان وبسایتش درباره وضعیت مسیحیان در ایران نوشته: شکنجه در ایران چگونه است؟ زندگی برای مسیحیان به چه شکل است؟ بر اساس اطلاعاتی که این سازمان از طریق مسیحیان داخل ایران به دست آورده، 800 هزار مسیحی در ایران وجود دارند. بیشتر آنها مسیحیانی آشوری و ارمنی تبارند. هرچند دین آنها توسط حکومت ایران به رسمیت شناخته می شود، اما اجازه دعوت دیگران به این دین به آنها داده نمی شود. متاسفانه سرکوب اقلیت‌های دینی، به ویژه اقلیت‌های دینی غیر رسمی مانند نوکشان مسیحی و بهائیان در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده و اونها همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. به گفته این سازمان، حکومت ایران گرویدن مسلمانان به مسیحیت را تلاشی می‌داند از سوی کشورهای غربی برای تضعیف حکومت اسلامی ایران. حق نوکشان مسیحی و سایر اقلیت‌های دینی غیر رسمی برای پرستش جمعی با داغ و درفش و حکم‌های سنگین زندان بر اساس اتهام‌های واهی امنیتی مثل مسیحیت صهیونیستی به عنوان مثال پاسخ داده شد. مسلمانانی که مسیحی شده‌اند اما با وجود نبود چنین قانونی از جانب حکومت مرتد خوانده شده و بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و کسانی مانند بهنام و بابک حتی بیشتر، چرا که به گفته خودشان مسیرشان را انتخاب کردند. به عنوان کسی که توی این کشور به دنیا اومدم و این مسیر رو برای خودم انتخاب کردم و هدفم از ضبط این ویدیو پرسیدن یک سوال هستش، اون هم این هستش که بخوام بدونم که بعد از سپری شدن این 5 سال تکلیف من چی هست به عنوان یک مسیحی، به عنوان کسی که توی این کشور به دنیا اومدم. سوال من اینه، اگر این احترام وجود داره من کجا باید کلیسا شرکت کنم؟ بعد از آزادی مراسم مذهبی رو به عنوان یک مسیحی کجا باید انجام بدم؟ پرسش هایی که شاید تنها این پاسخ را به همراه داشته باشد، سلسله ای از احکام سنگین و حبس های بلند مدت. رضا کهنسال، لندن،